ببخشیم با حسین آقا کار دارم. تشریف ببریم بالا، بالا تشریف دارم. نه آره آره محمدم بود جونه تو خیل خوش کرده. آره جات خالی کردی جون، تو راست میگم. چی؟ نه بابا من نه اشتباه میکنه نه نبود من میگم نبود دیگه. خیلی خوب بیا اینجا. آره به محمدم میگیم بیا و امیر مست. آره دیگه همونجا بریم. نازیرم میگیم بیا. خوبش چی میگذره؟ گوش کن چی میگم. نه بابا اشتباه باید به تلفن بکنم. سلام. سلام. به به شمس خانم خوش اومدی. بفرما. به خدا از بس اومدم و رفتم دیگه خسته شدم. اگه راه چاره‌ای داشتم هیچ وقت سر وقت شما نمی اومدم. خیلی دلم میخواد کمکت کنم اما این بستگی به خودت داره. مگه میخوای صدقه بدی؟ درآمد اینجا نصفش مال مسلمه. کدوم درآمد؟ بعد از دست گونی که شوهر جونت باب داده ما دیگه اینجا درآمدی نداریم. تازه با افتادن مسلم تو زندون پای باج خورام اینجا وا شده. بدتر از همه کلانتری هم سختگیری میکنه. این حرفا واسه من پول نمیشه. حالا که مسلم نیست باید سهمشو بدی. اون دیگه اینجا سهمی نداره. پولایی هم که تا حالا گرفتی همشو از جیب خودم دادم. خیلی نامردی. اینطوری حق آدم ها رو بالا میکشی؟ ناسلامتی تو و مسلم سری ازم سوا بودین. نمکشو خوردی حالا نمکتون رو میشکنی؟ چه رفاقتی چه شرکتی؟ رفیق تو این دور زمونه پوله. باری کلا به غیرتت. بگو میخوام حقشو بالا بکشم. اینقدر مثل مرغ حق 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 نزن. مگه یه همون خرابه چند تا جومه دار میخواد؟ خیال میکنی من سر گنج نشستم؟ پس من چی کار کنم؟ منم زندگی دارم، خرج دارم. آخه من نمیتونم دستمو پیش هر کس و ناکس دراز کنم. کی گفته دستتو دراز کنی؟ تو خوشگلی، در نمیمونی. چرا ازش استفاده نمی کنی؟ خوش کنه چرف با اون روت بیاد. خیلی نامردی. بعد قلقی نکن زم. ای تو بخوای من همه چی بهت میدم. بالاخره مسلم آزاد میشه و بر میگرده. دیگه قیدشو بزن. آشی که مسلم پخ رفت تو 10-20 سال حبس. اگه تونستم سهم مسلم از تو گلوت میکشم بیرون. بی خود واسه من خط نشونه که شمسی خانو بهتره با هم کنار بیای. این به صلاحته. این آرزو رو به گور میبری. بی ناموسه بی همه چیز. نباس می اومدی اینجا. چرا؟ برای چی نباید می آمدن؟ هیچی من خوش ندارم همین. واسه یه مرد سرشکستگی داره که زنی بیاد ملاقاتش. بابات مریضه، وضعمو خوب نیست. مگه پیغوم من بهت نرسید؟ گفتم بری از حسین خرجی بگیری. گریه میکنی؟ نکنه خدایی نکرده بابام رفتنیه؟ نه، حالش خوبه. با چرا گریه میکنی؟ اگه سایه تو رو سرم بود این حال روزو نداشته. کی حرف سردی بهت زده؟ دلاب تر کن، بگو چی شده و خلاصم کن. داره دلم موتره که اگه شده برم خونه‌های مردم کنی شوری کنم دیگه پامو تو قمار خونه نمیذارم. حسین حرفی زده؟ نمیخواستم غصه دارت کنم اما تو که اونو میشناختی چرا زنتو روونه کردی اونجا؟ حسین به تو چی گفته؟ ده بگو. از گفتن شرم میشی. ای ناقلم داره بیناموس. اگه از اینجا آزاد بشم خونشو میریزم.
تو کی آزاد میشی؟ با خداست. برو برو که دلمو با آتیش کشوندی. به بابام بگو حسین حاج احمد یه هزار تومانی دستی همو گرفته، اگه داره ازش بگیر. تو هم یه جوری صبر کن تا من آزاد بشم. اگه لازم شد خرت و پرتات هم بفروش تا ببینم خدا چی میخوا. یه خط نوم هم واسه آخ کریم مینویسم. کریم کی؟ رفیقمه. از بچگی با هم بزرگ شدی، اینقدر حق به گردنش دارم که روم و زمین نندازه. فقط خدا کنه که باشه. کجاست؟ آبادانه، تو بندر کار میکنه. اگه به فهم گرفتار شدم هر طور شده خودشون میرسه. اگه تو آزاد بشی ما دیگه غمی نداریم. حالاشم غصه نخور، اگه کریم بیاد همه چی درست میشه. برو، ما وقتشه که برگردیم تو لونم. نصف مادرم قصه بخواد. شب و روز دعات میکنم. خدافز. خیر پیش. نومم به دستت میرسه یا، اما به نمک مرتضی علی قسم که دروغه. من کسی رو نکشتم، اما نتونستم ثابت کنم. شهادت شهود گرفتارم کرد. یادمه که همیشه به هم میگفتی مسلم تو کار قمار خیر نیست. حرفتو گوش نکردم، ولی دارم تقاص پس میدم. آقا کریم، یادت تو زری امام رضا هم قسم شدیم که اگه یه روز هر کدوم در موندیم اون یکی زیر بارشو بگیره. حالا مسلم ازت میخواد که به خاطر رفاقت، به خاطر قول و قسم دستشو بگیری. تمام غمم واسه زنمه، میخوام ازش مثل یه خواهر نگهداری کنی. آقا کریم، تو یه مردی، میدونی من چی میگم؟ ناموس مرد همه چیزشه، اونم زنی که خاطرش عزیز باشه. راستی بهت نگفتم چجوری باش آشنا شدم. یه روز که خیلی دلم گرفته بود رفتم شابدالعزی، تو زریدار زیارت میکرد. چشم که افتاد تو چشش پشتم لرزید. از اون جایی که خواست خدا بود چند وقت بعد با هم عروسی کردی، اما هنوز بچه دار نشدیم. حتی دارم وقتی تو رو ببینه خیلی خوشحال میشه. آخه اون جز من و تو تو این دنیا کسی رو نداره. با اومدن تو حتی دارم غم و غصه از خونه ما میره. بعد از خدا زنم و به دست تو میسپرم. ای مرد، به خونه خودت خوش آمدی. ببخشید، خونه مسلم اینجا. سلام. شما آقا سلام، بفرمایید. خوش اومدید. قربون شما. بفرمایید تو. من باباشم. بفرمایید تو. از اون طرف بفرمایید. بفرمایید منزل خودتونه. رفیق پسرت. کمکش کن، کمکش کن به خاطر خدا. بلند شو، بلند شو مادر. قصهش پیرم کرد، جگرم از دردش خون شد. آزاد میشه، خدا کریم. نمیدونی این چند وقت ما چی کشیدیم. من و این پیرمرد، یه چشممون عشق و یه چشممون خونه. گریه نکن، گریه نکن مارا. همه چی درست میشه. خدا هر همه را خونه. سلام، اینم عروسمه. خوش اومدیم، بفرماییم. مسلم از شما خیلی تعریف میکرد. به خونه خودت خوش اومدی پسرم. بفرما تو. با اجازه. بفرماییم. بفرمایید.
بیداد بیداد چه میدونم بلاش. بفرمین آقا کریم. دست شما در نکنه. مسلم چطوره؟ حالش خوبه؟ چه حالی؟ تنها غمش این بود که نکنه نامش به دست شما نرسیده باشه. هر چی میکشیم از دست اون حسین ناجنس آقا کریم. چرا آخه واسه چی؟ چه میدونم؟ حالا چی بگم؟ اگه خدا دوتا کافر آفریده باشه اولیشون نامرد از خدا بیخبره. آخه اون چه خورده حسابی با مسلم داشته؟ نامرد شریکشه. واسه اینکه سهم مسلم رو بالا بکشه واسهش پاپوش جور کرد. از یه چی بوده؟ مسلم و صمد ترکه میرن زردبن. کلشون گرم بوده که رضا کلک‌انداز با چند تا رفیقای ناکسش با یه زنی که به اسم فخری که تو کافه میرقصه میان اونجا. اونجا زنی که با صمد سر و سری داشته بگو مگوشون میشه. مسلم میره سواشون کنه که یهو صمد میگه آخ سوختم. هیچی دیگه. بعدشم تو پاسگاه همشون شهادت میدن که مسلم صمدو کشته. مسلم قسم خورده که اصلا چاقو همراهش نبوده. اما کیه که باور کنه؟ ما امیدمون به شما آقا کریم. امیدتون به خدا باشه. خدا عوضتون بده. سلام آقا کریم. خوش اومدی. سلام. چشم کف پات دلم بسد یه ریزه شده بود. تو حالت خوبه؟ مگه تو حالی با سادم میذاری؟ چرا خر میشی که مردم پالون روت بذارن؟ صد دفعه بهت گفتم مسلم تو این کارا خیر نیست، عاقبت نداره. آخرش به حرفم گوش نکردی. با خودم عهد کرده بودم تا عمر دارم چشم تو چشات نیفته، اما وقتی فهمیدم پای ناموس تو کاره عهدم رو شکستم. آقا کریم سرزنشم نکن، میدونم که بد کردم. هرچی باشه ما با هم نون نمک خوردیم، دلم میخواد کمکم کنی. من نمیدونم اما هرچی از زیر سر حسین فری. حسین فری؟ اون زاده قمار هنوز نفس میکشه؟ سهمم رو بالا کشیده که هیچ، به ناموسم هم چشم ناپاک دوخته. دو سه دفعه جلوی شمسی رو گرفت و نامربوط گفته. چه ای زنازاده. آقا کریم من کسی رو نکشتم. اول خدا بعدم امیدم به تو. عمر زندون پشت آدم رو تا میکنه. خلاصم کن. خوش اومدی آقا کریم. چطور این طرف ها؟ باد یه بوهایی به مشامم رسونده. بپا کنار. واسه این خدمت رسیدم. شما که خیلی وقت داره این چیزا رو خیت کشیدین. حالا اومدم خیتو پاش کنم. خب مرد حسابی، خیال کردی سر گردنه نشستی و هر غلطی که میخوای میکنی؟ که چی قمارخونه داری و داره دستت مواظبتم؟ کور خوندی جونم، حالا دیگه با من طرفی. کیه که به مردونگی شما شک داشته باشه؟ حالا چی شده؟ چی شده دیگه اینجوری از جا کندی؟ چه بویی به مشامت رسیده؟ چه بویی؟ بوی ناموس دوز به مشامم رسیده. خب میبینم که وضعتم خوبه. ببخشین کریم آقا، این پولم آنه من بس کنید. خوب حواستو جمع کن. هفته به هفته سهم مسلمو میفرسی در خونه. دور بعضی چیزها رو خیت میکشی. دیگه خوش ندارم بیام این طرف ها. اینم سهم این هفته مسلم. کنار. کنار.
برین گم شین. برین بیرون. دستمو بفرست در خونه. مادر جون، الهی خیر از جوونیت ببینی. همینطور که منو خوشحال کردی، خدا خوشحاله. من کاری نکردم مادر، وظیفه ما بود. آ کریم، کاش همه مردم مثل شما بودن. حالا میتونیم تموم قرضامونو بدیم. الله شکر. خب دیگه ما رفت. خیلی مواظب خودتون باشین، میترسم خدایی نکرده. باکت نباشه، یکی از اون بالا که ما رو خیلی دوست داره. شب یه خورده زودتر برگردیم، دلم میخواد شما دوره هم بخوریم. حالا کو تا شام. به سلامت. اتفاقی بیفته پای تو گیره، اون نمیتونه از من مدرکی پیدا کنه. حالا میفهمی که چرا نمیخوام ریخته هیچ کدوم از این بیورده ها رو ببینم؟ از امروز دیگه یه قازم خبری نیست. چیه که بتونه تو چشمش نگاه کنه؟ مستبش شد، ده تو گاب و حریفه. شما ها واسه لای چیارز خوبی موف بیخوری رو میگردیم واسه یه همچی روزی، اما هیچ غلطی نتونستی ما کنی. زود باشی وزنی به چاک. خیلی خوب، بریم بچه ها. ببین چی بهت میگم، اگه اتفاقی بیفته این تو بودی که نقشه قتل صمد کشیدی، نه من. پس قاتل اون در حقیقت تویی، اما تو هم از زندون خوشت نمیاد. من یه نه، پس حواستو خوب جمع کن. این تو هستی که باز حواستو جمع کنی. من مدرکی دست کسی ندارم، به بچه هم بسپر یه وقت بند آب ندارم، علال خصوص فخری. خوش اومدی میخونه جای حاله، بریز شراب ناب و در میاله، خسته رو مل کن غم و بی خیاله، که زندگی یه خواب و خیاله. بی تو می به ساغت بنوش، بنوش تو آخر، که خسته در کمینه دوای غم همینه، که خسته در کمینه دوای غم همینه.
هستی. خوش اومدی میخونه جای حاله، برید شراب ناب و در پیانه، خود در و مل کن غم و بی خیاله، که زندگی یه خواب و خیانه. بریز تو می به ساغر، بنوش بنوش تا آخر، که قرص در کمینه دوای غم همینه، که قرص در کمینه دوای غم همینه. بگیر بشین. نمیخوام. بگیر بشین، کار دارم. ببین عزیز دلم، من کار دارم، اگه میخوای سر به سرم بذاری حالشو ندارم. دستمو ول کن. از من چی میخوای؟ بخور. نمیخوام. اصلا تو کی هستی؟ نابود بهت گفتن من کی هستم؟ کریم آبادانی. هر کی میخوای باش. بهتره با هم رو کراس باشیم. من خوش ندارم مسلم کنج زندون بمونه. مسلم؟ اون آدم کشته، باید مجازات بشه. دروغ میگی مثل سگ. چرا شهادت دروغ دادی؟ تو با چشات دیدی مسلم صمدو کشت؟ آره دیدم. ببین، مسلم رفیق منه. من نمیذارم اون بیگناه کوچه زندون بپوسه، یا خدای نکرده سرش بره بالای دار. تو اگه حالیته با بوی از معرفت برده باشی میفهمی چی دارم میگم. اگه تو این دنیا در بری، اون دنیا یه خطو میگیرن، چرا میخوای چوب دو سر طلا بشی؟ میگی چی کار کنم؟ خودم قیمه قیمه کنم؟ اگه راستش نگی خودم قیمه قیمت میکنم. من چیزی نمیدونم، بی خود مزاحم من نشو. ببین، من دارم اینجا کار میکنم، چرا میخوای باعث درد سر من بشی؟ من دارم دنبال درد سر میکردم. با فوکولی طرف نیستی. گفتم که بچه آبادانم. مسلم سبدو نکشته، خودت هم میدونی. شما همتون تو زد و بند بودی. من دنبال رضا و دار دستشم، میخوام ببینم کار کی بوده. من هیچی نمیدونم. به من چه مربوطه؟ چرا از من میپرسی؟ من آدمی نیستم جواب سر بالا بشنفم. فرد شب من منتظر رفیقتم، رضا کلک انداز. خوش ندارم معطل کسی بشم. فیقون منو بهش میدی، زد زیاد. آقا رضا، فخری اومده باهات کار داره. محمد از سر زدیم. سلام. چی شده؟ اینجا چیکار میکنی؟ خبرهای بعدی دارم. اتفاقی افتاده؟ حرف بزن. دیشب بود، دماغم شده بود. کریما میگه اینقدر سوال پیچم کرد که چیزی نمونده بود رسوا بشم. چیزی که نگفتی ها؟ نه. وای به حالت که بخوای تو کلک بری و به ما نارو بزنی. همش تهدید، همش سور. دیگه از این زندگی خسته شدم. اون میخواد تو رو ببینه. گوش کن ببین چی بهت میگم. نن من غریبم در نیار. این دفعه که اومد سراغت بهش روی خوش نشون بده. تشنش کن، غاری کن که بهت اعتماد کنه. میخوای چی کار کنی؟ اونش دیگه به تو مربوط نیست. دلم میخواد گوش باشی، نه زبون. برو دیگه اینجا پیدات نشه، من خودم باهات تماس میگیرم. بخره کاری دستمون بده. تو که انگار ترسونه بودی؟
آخه اون ولکن نیست، بالاخره زهرش به ما میریزه. تمنو داری خیالت راحت راحت باشه. آخه پای جون تو کاره، اگه قضیه آفتابی بشه منو دارم میزنم، دار. خودم ترتیب میدم که آب از آب تکون نخوره. حالا وقتشه که بری جنس رو تحویل بگیری. باید مدتی از اینجا دور بشی. چی باید برم؟ اگه کاری نداشته باشی همین الان. صلاح نیست بیشتر از اینجا بمونی. عجب اومدیم تا این وقت شب بیداریم. داشتم دلواپس میشدم، اسباب زحمت شما شدیم. ببخشید. کجا بودین تا این وقت شب؟ چطور شد؟ تا حالا کسی از ما بازخواست نکرده بود. یه سر رفتم سراغ مسلم. بیچاره مسلم آدم ساده ایه، واسش پاپوش ساختم. سمت ترکه رو رضا و دار و دستش کشتن و گردن مسلم انداختن. بازم براتون بکشم؟ نه دست شما در نکنه. اما زنی که تفره میگه، میدونین از جونش میترسه. زنی که؟ زنی که دیگه کیه؟ بابا همون فخری، همون فخری که رفیق رضا کلک اندازه و تو کافه میرخصه. شما دیدینش؟ آره فردا میبینمش. بهش گفتم که به رضا پیغام بده که باش کار دارم. اگه فخری شهادتشو پس بگیره مسلمو آزاد میکنن. من امروز همش دلم شور شما رو میزد که نکنه خدایی نخواسته زبونم لال یه بلایی سرتون بیاد. فکر میکنم بتونم فخری رو وادارش کنم که شهادتشو پس بگیره. بازم میخوایم بریم سراغ زنی؟ آره باش قرار گذاشتم. میدونی من باز کاری کنم که اعتماد فخری رو جلب کنم تو حرف بزنه. نامردا تهدیدش کردن، لبش موره میترسه. جاتون رو انداختم. دست شما درد نکنه. جمعیت کم بود اونجا رود نشد لخ بشی. ها تو هنوز اونا رو نمیشناسی. من دلم نمیخواد یه وقت بلایی سرت بیارم. فکرشم نکن، آدمی که خربزه میخوره پای لرزشم میشین. آخه این چه شانسیه، من سب تو شکر. یه دفعه هم که آدم دل ساب مردش واسه یکی به تاپ و توپ میفته. تازه دام دام اول بدبختی هست. این زندگی سگی دوست نداره که آدم این چند روزه رو با دلش صفا کنه. آخه نگاه کن، تو نباید می اومدی، تو نباید دنبال این ماجرا می اومدی و برمی خوردی به من بدبخت که از یه بر علافت بشم و از یه بر ببینم که میخوان با دست من گورتو بکنم. حالا فهمیدی که من چقدر بدبختم، چقدر بدشانسم. پس اونا میخوان منو بکشن. واسه همینم بود که نمیخواستم ببینمت. نمیخوام چش زخمی بهت برسه. ای بابا تو هم خیال میکنی ما هویجیم؟ خب یارو کیه؟ بگو حواسمونو جمع کنیم. چه میدونم؟ باز اومدین نسازی ها.
دلت میخواد من ناکام از این دنیا برم و نفهمم کی میخواد مرا بکشه؟ هر دومونو میکشه. بله نسبت سعی کی باشم؟ ببین تا منو داری هیچکی نمیتونه یه نظر نگات بکنه. چشاشو در میارم. اینو بهت قول میدم. قول میدی هیچونه تنها نذاری؟ گفتم که بهت قول میدم. رضا کلک انداز، اون از حسین دستور میگیره. پس سمت ترکم خوشم اومد. آدم فهمیده‌ای هستی. میدونی که من دنبال صفا و یه رنگیم. یه چیزی رو بهت بگم، من کم کم داره ازت خوشم میاد. میدونی من هیچ وقت پابند زن جماعت نشدم، یعنی خودمو نگه داشتم. حالا چی؟ حالا خودتو نگه داشتی؟ نه دیگه، دارم ول میکنم. واقعی میگی؟ تو بمیری؟ کریم جون کریم، امیدوار باشم که ولم نمی کنی. بچه ای مگه؟ تو بمیری زدم، من با خودم میبرمت آبادان. بگو اون بر دنیا، حاضرم کنیزی تو بکنم، فقط میخوام بهم قول بدی، قول مردونه. من که قول زنونم داری؟ اینا که گفتم از رو معده نبوده، از تای دلم بود. سرم بره قولم نمیره. اما یه چیزی هست، من به مسلم مدیونم، باید دینم رو ادا کنم. منتظرم نبودی؟ چرا کم کم داشتم نگران میشدم. طوری شده؟ چرا این فخری رو غور زده؟ به نظرم فخری بعد آب داده. از کجا میدونی؟ آخه کریم دنبالت میگرده. حالا میگی باز چیکار کنم؟ به نظرم باز کار کریم یه سره کرد. خیلی خوب، اما چجوری؟ فخری اون باز کریم بیاره پیش ما. آنه ترتیبشو میده. وقت رو نباید تلف کرد، بریم. سلام پسر جون، داشتیم کم کم دلواپس می‌شدیم. خوش اومدی کریم آقا. قربون شما. سلام. و علیکم. می‌خوام یه توش ببرم زندون. ملاقات مسلم. گفتم با شما بریم. مرخصه، دیشب تا صبح بیدار موندم و منتظر شما نشستم، اینقدر که دم صبح خوابم برد. حالا میخوام اگه بشه یه خورده بخوابم. باشه، راستش خوبیتم نداره که زن به ملاقات بره، اینطوری بهتره. دیشب کجا بودیم؟ دیشب کار داشتم. فهمی خانم؟ آره، چطور مگه؟ من خیلی منتظر شدم. خیلی خوب، ما رفتیم. شب زودتر بیاین، ما منتظریم. کریم آقا به مسلم دلداری بدین، اون چشم راهه. بهش بگین که من شب و روز دعاش میکنم، هزار جور نذر و نیاز براش کردم. اعتراف کرد که سمد و رضا کشته، ولی اونا تهدیدش کردن که باز شهادت دروغ بده. اون از جونش میترسه.
فخری زن خیلی خوبیه. فخری شاهد قضیه است، اونم با ماست. دیگه تمومه، بیچاره داره جونشو به خطر میندازه. پا چلو معطلی آقا کری، من که این تو پوسیدم. رضا اینجا نیست، رفت جنس بیاره. به محض اینکه برسه کلکش کرده است. خیالت راحت باشه، تو آزاد میشی. آقا کریم، نمیدونم این مردونگی و لوتگیری شما رو چجوری باز جبران کنم. فکرشم نکن، وظیفمه. راستی یه خورده پلو و میوه و خرت و خورتای دیگه واسط آوردم، دارم دفتر زندون. آقا کریم، جون تو و جون شمسی از زلم مواظبت کن. خیلی خوب، من دیگه باز برم. خداحافظ. خدا پشت پناهت. واسه کی میسازی؟ واسه مترس تازه با تمام دیگه حرفی نداری که بزنی؟ ها؟ چرا؟ چرا؟ ها؟ شنفتم با کریباتی شدی؟ عاشق شدی؟ این دست گلیه که تو باب دادی، ما رو چی به این حرفا؟ حرفی که نزدی ها؟ من چیزی نمیدونم که بگم. آها خوبه. من خوب گوشت رو واز کن ببین چی میگم. تو باز کرد رو میگه نکنه آوری میفهمه چی میگم؟ میخواییم باهاش چی کار کنی؟ اینش دیگه به تو مربوطی است. اما اگه دست از با خطا کنی کرکتون کنده است، هم تو هم اون. من نمیخوام که یه دفعه دیگه باعث مرگ یه آدم بیگناه بشم. چرا از خدا نمیترسی مرد؟ قذر نزن. اگه بخوای نارو بزنی تو هم میری به دست سمد کری. فردا بعد از ظهر تو انباری منتظرتی. را بیفتی بچه. از قدیم و ندیم گفتن مستی و راستی. بنداز من که به دروغ نگفتم. بر منکرش لعنت. اگه دروغ استخون بود جلو تو پاره کرده بود. هرچی دلت میخواد بگو، اینقدر دوست دارم که دلم میخواد پیش مرگت بشم. سلام. نوش. سلام سلام سلام. بیا کباب کباب چنجه آخ بزنه. بخیم جنب میگم تو یه چیز رو از من قایم میکنی. دلم میخواد با من عین هو کف دست باشی. بگو تو دلت چیه و خلاصم کن. من که همه چی رو بهت گفتم، دیگه چیزی نمونده که بخوام از تو قایم کنم. صبح تا حالا انگار اینجی نیستی، عین هو مرغ سرکنده پروبال میزنی. تو از یه چیزی میترسی. ببین کریم جون، من تو دستونا یه خروار چک و سفته و مدرک دارم. هر کاری دلشون بخواد میتونن با من بکنن. اما تو نمیری، یه سر سوزنم واهمه ندارم. اگه میترسم فقط واسه توه. حالا دیگه پای تو وسطه. میترسم این نامردو بالاخره یه کاری دستت بدن. فقط واسه تو ناراحتم. نفهمیدم تو چطوری رو ما حساب میکنی؟ خیال میکنی ما رو تو زرورق پیچیدن؟ خب نامردن لادست عمشون. تو این سال و زمونه این حرفا باد هواست. من تا شارکم دنبال آزادی مسلم و حفظ خونوادشم. کریم جان، میخواستم بهت بگم که ریزا و دور دستش برگشتم. پس چرا زودتر نگفتی؟ ترسیدم، یعنی حالاشم میترسم. کریم، اونا میخوان تو رو بخوشی. اونا میخواستن که من تو رو ببرم به انباری، اونجا دنجه پرته. خلاصه هیچکی نمیدونه کجاست. میخواستن بکشنت اونجا و... خیلی خوب، تو با آسمان ببری اونجا.
آه کریم، من دلم شور میزنه. بیدار بخور تا شور نزنه. بخور خدا کریم، من روحم بی خبره. سمت ترکرم همینجوری کشتی. این آکیان بی معرفت ناکس. باور کن من هیچی نمیدونم. حالا میفهمم چقدر دوستم داری. تو این همه نامرد از کجایی رو بردی؟ رسیده که ما را سیاه میکنی و قرم از جون من چی میخوای نامردا؟ چرا دست از سرم در نمیداری؟ خفش شد برم کن نامردا یه روزه کن خفش شد گفتم که اگه فکر پشت کردن به ما رو بکنی فاتحت خونده هست حالا نشونت میدم که عاشقی یادت بره فای خدا مرگم بده چی شده آقا کریم چی به روزه تو برده کدوم کافر این بسته رو بگیده تو رو به خدا یک کاری بکنی یک دکتر رو خبر کنی آجی به سر میتون 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 خودش خود میشه بریم تو به چی فکر میکنی؟ به این که شما اگه بتونین تو این دنیا از چنگ قانون و عدالت فرار کنین چجوری میخواین اون دنیا از عذاب خدا فرار کنین؟ اونش به تو مربوط نیست میدونم که هنوزم تو فکر کریمی اما دیگه بیفایده است و الان زیر هزار من خاک خوابیده خدا تقاصشو ازتون میگیره مطمئن باشین گوش کن فخری اگه یه دفعه دیگه اسم کریمو بیاری تو رو میفرستم پرویم آنیت آب که از سر آدم گذشت چی قطره چی دریا چی خیال کردی؟ ببور صدا تو بفرمین آقای دکتر سلام دکتر جون سلام سلام حالتون چطوره؟ باید نیستم که بهتر است یه صندلی بس دکتر بذار خب دیگه چطوره؟ الحمدلله باید نیستم صندلی دکتر جون متشکرم خیلی ممنون متشکرم خب الحمدلله ببخشین آقای دکتر من بلند نشدم خواهش میکنم خودتون گفتین فشار ندم پاره میشه ما هم فشار ندیم که پاره نشه خوبه قربون شما باید نیستم فقط یه کمی درد داره که فکر میکنم خب اوایلش یه خورده درد داره ولی کم کم خوب میشه چیزی نیست جانم چیزی نیست حالا یه چند تایی مسکن بهتون میدم که درد تسکین پیدا کنه انشالله به زودی خوب بشه مسکمو نمیخواد دکتر من که پیزوری نیستم ببینم بخیار که با یه چند روز دیگه نه نه متشکرم خیلی ممنونم آه راستی یادم رب بهتون بگم قدر این خانومتونه بدونید واقعا مثل یه تیکه جواهر میمونه دکتر اگه به امید خدا بخیه رو باز کردی یه وقت به ما زور نشینه دوباره پاره بشه
شما درد نکنه. ما رو شهرمنده کردیم. ما هر کاری بکنیم جبران خوبی های شما نمی کنه آقا کریم. بفرمایین آقا کریم، چند روزه که لب به قوت و غذا نزدیم. بفرمایین ایشالا مسلم زودتر بیاد بیرون، ما زحمت کم بکنیم. خیلی اسباب زحمت شما شدیم. آقا کریم اگه زحمت نیست امروز یه نوک پا بریم بیرون، میخوام یه چیزی بخرم. حتما با آسمان بیاییم. اگه بیاییم خوشحال میشم. خیلی خوب، اگه خوشحال بشین که میام. کدوم گوری رفته؟ رفته برای خودش تیتیش مامانی بخره. زن ما آبرو داریم، اینم شد عروس، توف بروش بیاد. مشتی خونه تو کثیف نکن. اون آبرو چه میدونه چیه؟ از وقتی کریم اومده دختر پاک هوایی شده. اون که تقصیر نداره، زن خودش باید قرص باشه. بیچاره پسرم، اون تو زندون از غم و قصه شب و روز نداره، غافل از این که این پتیاره اون شمسی نیست. همینطور که یارو چارزانو نشسته بود بهش گفت این ایا، گفت نه سه چاره کنیمش هم خون ایا. دختر بند خدا منظور یارو رو نفهمیده بود. یا الله آقا جون، مادر جون، ببینیم واسهتون چه چیزایی خریده. چیزایی که آدم هست. سرم تو زندون داره میپوسه، اون وقت من لباس نو بپوشم.
شام براتون بکشم. کردم تشنتون میشه براتون آب آوردم. اول جوونیمه حسین گفت که مسلم دیگه هیچ وقت آزاد نمیشه. برو به جهنم زن. از کافه اومده بودن سراغم. که چی بشه؟ اونا دلواپس شده بودن. بهشون چی گفتی؟ گفتم که تو خوشت نمیاد دیگه من برم کافه و برقصم. ولی اونا چی؟ تهدیدم کردن که چک و سفته هامو اجرا میذارن. خیالت راحت باشه، جواب اونا با من. رضا، حالا که کریم مرده دیگه از چی میترسی؟ بذار من برم سر کار. اینطوری که نمیشه من تو خونه بمونم. منم واسه خودم زندگی دارم. حالا زوده، خودم به موقعش خبرت میکنم. دیگه دارم تو خونه دیوونه میشم. مجبوری، اگه پا تا خونه بیرون بذاری دیگه زنده نمیمونی.
آوردم. دهان شیر بریم میکشم. خشکتو میکشم. ما مثل تو نامردی سم. فقط میخوام بهت بگم که از دست من خافه شو. تو خیال میکنی همی همیشه میتونی باش کنه زن آبا. خواهش میکنم برش کن. من که این معلوم آبرو دارم. نمیخوام سر و صدا بلنشه. کاش که یه مرد بودی و میتونستم بزنم تو سرت. بی معرفت بی همه چیز یال کردی میتونی منم بکشتم بدی؟ باور کن من تقصیری نداشتم. اونا میخواستن منو بکنن. ببار صدا تو. تو هم نگه این ناکسی. بهش بگو که من تقصیری ندارم. من کاره ای نیستم. روح هم از این جریان خبر نداره. بی خودی داری وقت تو تلف میکنی. خلاصه به هر دوتون میگم. من نمیذارم مسلم تو زندون بمونه. شماها باید حقیقتو بگین. من تا پای جونم دنبالشم. هرچی بکشم از دست شما. همه تونی میفرست زندون. مطمئن باش. بعد یه جوری فرار کرد. التفت نشدن. تو واسه مسلم پاپوش دوختی. صمدو به دستور تو کشتن. تو شریک جرمی. خودت هم خوب میدونی. پس باید حواست جمع باشه. این چیزیه که همه دیدن و شهادت دادن. به منم دخلی نره. اشتباهت همینجاست جونم. شو پس میگیره. میگه زورم کردن که میکشنم. مجبور شدم شهادت دروغ بدم. اکی حرف میزنه؟ فخریو میگم. ها اینا همش ناله از حرف مفته. راستشو بگو ببینم چه کلکی تو کارته. من کلکی تو کارم نیست. زنی که پته تو رو ریخته رو آم. همچین باش قاطی شده که انگاری همین امروز و فرداست که دست به دستشون بدن. شارگش هم که بخواد بهش میده. چه برسه به شهادت؟ به کی؟ کریم. کریم؟ آره جونم کریم. حسون زنده است. آره اما تا وقتی که این زنی که دست از سرش ور نداره و ولش نکنه زنده است. فخری که نباشی کریم تیغش به تو نمی بره. پس تو آمدی با من معامله بکنی ها؟ حالا خوب فکراتو بکن. چه این تو؟ چه؟ بسنو بایی دارم معلوم یا بریم. چیه چی شده؟ اون زنده است. جونتون بالا بیاد حق بزنیم. رضا پیش فخری بوده. نهارو میخورن و دراز میکشن. تو حال بودن یا اختلاط میکردن خدا عالمه. خب کریم یهو عین عجل معلق سر میرسه. تا رضا میاد به جنبه اونو حسابی میتکونه. بعدش هم میبرشون کلانتری و جفتشون رو تحویل میده. فخری هم سیر تا پیاز نقل از صمد و ریختار رو داریه. آخ فرید بس پاک دوسه است. پای هممون گیره. حالا باز چیکار کنی؟ خودم بهتون میگم باز چیکار بکنی. دنبالم بیاین. داره دیر میشه. من باید برم. اگه اون بفهمه خون به پا میشه. برعکس تو دیگه نمیری. من دارم بخواد بفهمه. بفهمه که اگه پای مارم بکشه تو کار تو دیگه هیچ وقت نمیری. حالیت نامرد تو نمیتونی منو به زور اینجا نگهداری. من باید برم. تو داری با جون خودت بازی میکنی. من خوب میفهمم که دارم چی کار میکنم. اون مجبوره که خودشو بکشه کنار و برگرده بند از سر کار زندگیش. دیگه هیچ راهی نیست. اونو باید ببرین جایی که هیچ که بویی نبره. چطوری تنهایی که نمیشه. بچه را خبر کنی. زود باش هوا که تاریک شد میبرینش. تو نمیتونی این کارو بکنی. من الان داد میزنم به همه میگم که چه خیالی تو کلته. اگه از جون خواهی سیه شدی داد بزن. اما اینم بدون که هیچی گوشش بده کار نی. همه شون آدم های من هم. اتفاقی افتاده.
شمسی کجاست؟ چرا اینو از من میپرسی؟ پس از کی بپرسم؟ تو آبرو و حیثیت ما رو بردی، خاک به امانت خیانت نمی کنی. به خودتو نکن تو... مرد یه چیز رو میخوام بفهمی، ناموس رفیقم ناموس خود منه. اگر رو قول رفاقتم وا نساده بودم، خودم با یه مشکل تو قول نسناس طرف نمی کردم. اگر رفاقت سرت میشد، نمیذاشتی کنج زندون بمونه و روزگارش سیاه بشه. بس شیطون لعنت، مرد تو سنی ازت گذشته، جای پدر منی. من نمیخوام تو روی تو وایسم. من چه نارفاقتی با پسر تو کردم؟ از صبح تا غروب یه لنگ پا دنبال کارشم، کار و زندگیمو ول کردم، از اون ور دنیا بلند شدم اومدم اینجا که دستشو بگیرم. خیال میکنی واسه چی؟ فقط واسه خاطر رفاقت همین. کی تو این سال و زمان دنبال این حرفا میره؟ تو هم اگه به ناموسش نظر نداشتی دنبال کارش نمیرفتی. ببین پیرمرد، خوب گوشاتو وا کن. من دنبال این حرفای صد تا یغاز نمیرم. تو هر جوری دلت میخواد فکر کن. من تو رفاقت تا تای خط میرم و بالا نسبت توف میکنم با هرچی نمک نشناس و بیمعرفته. پسرت فردا آزاد میشه. پسرم آزاد میشه، پسرم میاد خونه. خدایا شکرت، شکرت. کاش میمرد و اینجور آزاد نمیشد. حالا شمسی کجاست؟ هنوز بر نگشته. خدا عالمه کجاست. بیچاره مسلم پسر، این رسوایی رو چطور تحمل میکنه؟ بیچاره مسلم. آقا کریم سرزنشان نکن، میدونم که بد کردم. هرچی باشه ما با هم نون و نمک خوردیم. صادقه بهت گفتم مسلم تو این کارا خیر نیست، عاقبت نداره. آخرش به حرفم گوش نکرد. با خودم عهد کرده بودم که تا عمر دارم چشمم تو چشات نیفته، اما وقتی فهمیدم پایین ناموس تو کاره، عهدمو شکست. خوبه کری، جون تو و جون شبسی زمین بازدت کن. هفته به هفته سهم مسلمو میفرسی در خونهش. ببخشین کریم آقا، این پولا مال مردم. برو گم شو. پسرم آسان شد. دیدم واسه یه ریزه شده بود. نوکرت هم دیدم. اینطور خدا بیرت کن پسر جون. بریم تو مادرت جونش به لبش رسیده. بریم پسر جون. خدایا شکر. پس کریم کجاست؟ اون نیمد در زندون. لا حتما کار داشته. مادر کجایی؟ مادر رو بابه بیا بیرون ببین کی اومده. بیا. سلام مادر. سلام مادر. صد هزار مرتبه شکرت که پسرمو به هم برگردوندی. ننه اگه یه خورده دیگه دیر کرده بودی مادرت زیر خاک خوابید. الهی که فدات بشم. خدا نکنه مادر، این حرفا چیه بزنی؟ قربونت برم. شمسی کجاست؟ اتفاقی افتاده؟
مهم نیست پسر جون، مهم اینه که تو بالاخره آزاد شدی و این قصه رو از جگر مادرت برداشتی. شما ها چی داری میگی؟ اون زن منه، بگیم ببینم چی شده آخه. ننه، دندونی که گرم خورد باید کند انداخت دور. شمسی دیگه اون شمسی نیست. حرف بزنی، دارم دیوونه میشم. آخه چه اتفاقی افتاده؟ مسلم، شمسی پالونش کجه. به حقانیت مصطفی محاله، باورم نمیشه. پسر جون، قسم پاپیچت میشه، زن من پاکه. اون دیگه زن تو نیست، خدا نکنه که زن تو باشه. حالی تا که چی داری میگی؟ حالیمه پسرم، کلوم آخر نظر رسوا بشه. بلش کن بذار بره، به درک اصفر و صافلین که رفت. حالا کجاست؟ والا از دیروز تالا که دنبال کریم از خونه بیرون رفته دیگه بر نداشته. درست شدیدم پدر؟ گفتی کریم؟ آره کریم. گوشاتو باز کن پیر مرد، اگه به حقانیت خدا شک داری به مردونگی کریم هم میتونی شک داشته باشی. استغفرالله، کف نگو پسر جون، تو گوشت و دست گربه دادی، من و مادرت با چشمای خودمون دیدیم. لای بزرگ، آخه چجوری؟ مگه ممکنه خاک به عمولت خیانت کنه؟ مشتی، یک کاری بکن، پسرم جوونه، داره از دستم میره، ممکنه دخ کنه. مسلم، مرد گریه نمی کنه، تحمل داشته باش. کی میتونست فکر کنه که کریم به ناموس رفیقش خیانت کنه؟ آدم ها رو نمیشه شناخت، آدم خودش باید مالشون نگرداره. حتی فکرشم نمی کردم این همون آدمی بود که واسه حفظ ناموس غیر خون کرد. اون همیشه میگفت بازی نشه تا خود صاحبکار بیاد. صاحبکار میخوای چیکار؟ اگه حق و حساب میخوای بگو. حق حساب هم مفت میگیره عوضی بیمعرفت. من حسین پری رو میخوام. ما نمیدونیم کجاست. بالاخره یکی میتونه بگه. اینقدر میدونم که حسین گفته به شما بگم که پاش نباید تو قضیه صمد کشیده بشه. دیروز سالا کسی ازش خبری نداره. پاسگیر رو کشی کرده. خیلی خوب، بزنیم به چاک، اینجا قمار نمیشه. بزنیم به چاک. جام کن پولاتو، جام کن. چی فکر میکنی؟ به این که آدم وقتی آب از سرش گذشت چه قطره چه دریا. میخوای چی کار کنی؟ خونه جفتشون حلاله. پسر خوب فکر کن، اگه به فکر خودت نیستی به من و مادر پیرت رحم کن، اون دیگه طاقت این همه بدبختی و مصیبت رو نداره. این بدبختی ها و مصیبت ها رو من که نخواستم باشه، این نامرده که نامردی درست میکنه. مسلم،
به صورت شکسته و موهای سفید من نگاه کن. دیگه چیزی از عمر من باقی نیست پسر جون. همین امروز و فرداست که چوب خط پر بشه و به آخر برسه. این چند روز ما رو دلخون نکن. اگه میخوای من و مادرت ازت راضی باشیم، اونا رو ولشون کن و به کار زندگی خودت بچسب. برو دنبال یه لقمه نون حلال. گوش کن مسلم، من و مادرت منتظرت هستیم. یه تو که پا میرم قمارخونه برکی خود پول بگیرم، بعدشم شاید رفتم سراغ کریم و شمسی. خودت حفظش کن. کاسبی هم که نشده، ایزه میدین در ببندن؟ لازم نکرده، من اینکه نشستم منتظر حسینم. خوشحالم که آزاد شد. میبخشی که نتونستم بیام زندون بیارم ایت. نبایدم میومدی، تو مشغولیتت زیاده. از اومدن منم خیلی خوشحال نیستی. نفهمیدم از یوم میگی مرد حسابی. من به تو اطمینان کردم، اما تو به من نارو زدی. اومدیم ثواب کنیم کباب شدیم. من چه نارویی به تو زدم؟ کی تو رو پر کرده رفیق؟ این آواز دست درد نکنه هست؟ این رفاقته که تو شمسی رو گول بزنی و ببری قایمش کنی؟ کاش که تو زندون میموندم و آزاد نمیشد. لا لا لا، خدایا ببین ما با کیا طرفی ما؟ افکر رفیقمی و بهت قول دادم تا آخر خط برم. دیگه نمیخواد منت سرم بذاری. شمسی دیگه اون شمسی نیست. اون زن دیگه به درد من نمیخوره. اون عوض شده. خب معلومه که عوض میشه مرد. وقتی یه زن جوون رو ولش میکنی و از صبح تا شب تو این خراب شده جیب این اون خالی میکنی و حالت نیست، بایدم زن ددری بشه. یه زن جوون رو ول کردی توی مشگرج درنده، سرت هم کردی زیر برف. تو رو خواستم که به هم کمک کنی، حالا داری به هم بد و بیرام میگی؟ پس قول و قرارات چی شد؟ من شمسی رو از تو میخوام. من رو قولم وایسادم. شمسی رو حسین فری قایمش کرده. به خاطر قول و قرارم میرم منت فخری رو میکشم. اون میدونه که حسین کجاست. من شمسی رو به تو برمیگردونم، مطمئن باش. میخوام بگم
نمی کردم دیگه بیای سراغم. گفتم حتما هنوزم دلخوری. آسم باورم نمیشه، آخه تو الان اینجایی. به خودت وعده نده. راستی خاطرت واسم همیشه عزیزه. ببین کریم، من تو رو دوست دارم. من اونا رو خبر نکرده بودم، زاغم و چوب زده بودن. حالا میخوای باور کن میخوای باور نکن، من راست و حسینی به قولم عمل کردم. اینم میدونم که رضا کلک‌اندازی روز به آخر عمرشم که شده تلافی میکنه. فخری جون فخری، تو با منی؟ با هاتم جون بخوا. من حسینو میخوام. حسین؟ آره حسین. باشه، هر طور میخواد بشه. برو بالا نوش. سلام. شمسی خانم، چون کی میخوای منو اینجا نگه داری؟ بالاخره پیدامون میکنن. شمسی، من اومدم تو رو با خودم ببرم. کجا؟ یه خونه گرفتم، جای امنیه، هیچ کس نمیتونه جامونو پیدا کنه. من باید برگردم خونه. حالا دیگه من تصمیم میگیرم، نه تو. من تو هر وقت که بخوام تو رو پیش خودم نگه میدارم. ولی اون بالاخره پیدامون میکنه، اون وقت دیگه نمیتونی از دستش فرار کنی. هیچ کس نمیتونه تو رو از من جدا کنه. این پاهم برای گوشه در بیا. حالا هر کی میخواد باشه. بذار من برگردم خونه. مثل روز روشنه که اون کمر به قتل تو بسته. اینو خودت هم میدونی. دیگه زیادی داری حرف میزنی.
میرسه. آخه یه کاری بکن. بهتر خبر مرگشو برام میآوردی، اون وقت بهت دست خوش میدادم. اینم بدون که اگه اونا نکشنش خودم مجبورم خونشو بریزم. این دور از جوون مردی. جوون مردی؟ این جوون مردیه که یه مرد به ناموس رفیقش خیانت کنه، آدم چطوری بیتونه چششو هم بذاره؟ هم مسلم، زن من دست اون امانت. تو اشتباه میکنی، کریم چشمش پاکه، دلش پاکه. اون به خاطر تو تا سر حد مرگ پیش رفت، اونو با چاقو تیکه تیکه کردن ولی خم به ابرو نیورد. انقدر پاش وایساد تا بالاخره تو رو از توی زندون که ممکن بود تا آخر عمرت اسیرش باشی آزادت کرد. حالا به خاطر نجات زن ناموس تو داره تو دهن شیر میره، تو جایی که ممکنه دیگه زنده بر نگرده. شمسی کجاست؟ پیش حسین فری. پیش حسین؟ آره، واسه اینکه یه وقت کریم و من یا تو پایونو تو ماجرای صمد نکشیم گرو کشی کرده. اون مدت ها چشمش دنبال شمسی بود و بالاخرم کار خودشو کرد. پس کریم قضیه شمسی رنگ گفته بود. اون به زن تو به چشم خواهرش نگاه میکرد. اون مرده هنوزم رو قولی که به تو داده وایساده و داره جونشو میبازه. مسلم تو اشتباه میکنی، شمسی مقصره، کریم پاکه. ما قرار بود بعد از این درگیری ها با هم بریم آبادان، اما حالا ممکنه اون نامرد آسیبی بهش رسونده باشن. زن تو قسم میخوری که راست میگی و شیر پیلهی تو کارت نیست؟ قسم میخورم مسلم، عجله کن. اون کجاست؟ نه رفه، بهت گفته بودم که اگه باد بوی ناموس دوز بدم آقام برسونه تا خونشون نریزم از پان نمیشینم. من دلم به حالت میسوزه مرد، تو داری مفتم و سلام خودتو به کشته میدی، اونم به خاطر آدمی که ارزشش نداره. اگه دلت بخواد بازم وقتشو داری که برگردی به شهر خود. خب اگه تو اومدی اونو باری حرفی نیست. Come on!
اشتباه میکردم. نمیتونم حالا چجوری میتونم این اشتباه رو جبران کنم. مهم نیست. اینم شمسی، اینم امونتی تو. حالا دیگه دینم رو ادا کردم. کری تو باز منو ببخشی، من در مورد تو اشتباه کردم. فکرشم نکن، اگه خدا خواست و زنده موندم تلافی میکنم. کری ما بازم با هم رفیقی، مگه نه؟ از اولشم بیشتر مسلم زنت بی تقصیره. این تنهاییه که اونو از را به در میکنه. شمسی پاکه، نجیبه. دلم میخواد اونو ببخشی. قول بده که دیگه تنهاش نذاری و بری دنبال یه لقمه نون حلال با هم زندگی کنی. قول بده. حرف تو راست من حجت. قول میدم کریم. قول به تو. خب دیگه با سوار شین. مواظب خودتون باشین. خداحافظ. خداحافظ. اگه دلت بخواد میتونی برگردی خونه.